بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، عزیزان همیشه همراه. الحمدلله رب العالمین که یک شب دیگر تونستیم با برنامه سرزمین عشق از سرزمین این خدمتگزار شما عزیزان باشیم. الحمدلله رب العالمین که امشب از زاویه دیگری میتونیم به کربلای معلا نگاه بکنیم و از دیدگاه دیگری محضر اربابمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آقا قمر منیر بنی هاشم علیه السلام سلام بدیم. خدمت استاد بزرگوارم آیه استاد سید مجتبی علوی هستیم که خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب و احترام دارم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خدا خیرتون بده. هر شب از دیدگاه تل زینبی سلام میدادیم خدمت ابا عبدالله حسین علیه السلام. خیلی ها وقتی میان کربلا اول مشرف میشن خدمت علمدار ابا عبدالله حسین علیه السلام، وزیر آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا، اذن زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام میگیرن و از بین الحرمین راهی حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام میشن. امشب هم ما بناست بریم زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام، اما نسبت به شبهای قبل کمی دورتر. دلهای بیننده رو از هر کجای این کره خاکی که هست بدم دست شما، روانه کنید حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا غيرة الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بی تو عالم شد خزانه بی بهار، ای قرار عاشقان بی قرار. یا ابا صالح امان از انتظار، کی به سر آید این جدایی، کی به سر آید این جدایی. اللهم اعذه من شر كل باغ و طاق و من شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديك ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. در خدمتتون هستم. دیشب که قرار شد امشب در مورد چه چیزی صحبت کنیم؟ راجبه محافظت همه جانبه. تیترشو این شکلی گذاشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين والبراءة من اعدائهم. عرض کردیم که در جلسات گذشته، دو جلسه قبل مخصوصا، راجع به این که انحصار عشق رو و اون محبت رو توقع نداشته باشیم. همسر ما، طرف مقابل ما، گذشتهش بخشی از هویتمونه و مخصوصا اگر این هویت خوبی بوده، ایجاد ارتباط و برقراری اون ارتباط لازمه و توضیحاتی که دادیم و با فضای رعایت اعتدال مورد احترام طرفین باشه. بحثی که امشب داریم رو من با یک مثال عرض بکنم. اگر یک انسان در خونه خودش، یه شخصی توی خونه خودش رعایت نظافت رو نکنه، فرض بفرمایید که میوه میل میکنه پوستشو بریزه مثلا روی اوپن
توی خونه، تو فضای حیات، بیرون خونه هم همین شکلی باشه، هیچ رعایت نظافت نداشته باشه، آشغالش هر جا رسید بریزه. نمی شود توقع داشت که اگر میهمانی به خونهشون اومد، چه در محیط بیرون خونه، در همسایه رد میشن رعایت نظافت جلوی خونه ما رو بکنن، چه اینی که وقتی اگر میهمانی داخل اومد مقید باشه حتما مثلا برای اگر میوه میل میکنه برای پوست میوهش از پیش دستی استفاده بکنه. خب قطعا وقتی صابخونه رعایت نمیکنه این توقع رو نمیشه از دیگران هم داشت. ممکنه بقیه رعایت بکنن اما اون به فضای تربیت خودشونه. اگر بخوام مدل دیگه مثال بزنم، همین حرم‌های مطهری که توفیق زیارت میشه، گاهی اوقات مشرف میشیم، یه تعدادی تولیت دارن، خادم دارن، زحمت میکشن، در درجه اول خودشون خیلی چیزا رو رعایت میکنن، مثلا بحث نظافت صحن ها رو، یا اینکه تالا اگر که مؤکدن گفتن آقا مثلا عکس نگیرید، بالاخره اینجا حرمت داره، وایستیم، بالاخره مثل حالتی که آدم پیکنیک رفته وایسته کنار زری، گاهی اوقات متاسفانه دیده شده پشت به زری هم وای میسن که عکس یادگاری بندازن. خب خود عزیزانی که دارن خدمت میکنن این کار رو انجام نمیدن. اگر یک خدمتگذاری عکس بگیره دیگه از بقیه مردم توقعی نیست، بقیه هم میان وای میسن همونجا عکسشون رو میگیرن، تازه ایشان توی یه حدی رعایت کرده، اونها میان در یه حد بیشتری این حرمت رو میشکنن و رعایت هم نمیکنن. اگر در فضای خانه همین حالت متولی و امامزاده به تعبیر یکی از اساتید، اگر این رعایت بشود و ما رعایت احترام همدیگر رو بکنیم، این توقع رو میشه از دیگران هم داشت، یعنی بقیه هم اینو رعایت میکنن. اما اگر ما احترام همدیگر رعایت نکنیم، نه در فضای خلوت خودمون و نه در مقابل دیگران، نمیشه توقع داشت که دیگران هم این رعایت رو بکنن. ببینید شما یه بچه دارین، این بچه رو اگر جلوی بقیه مثلا خطابش بکنید که حالا بدون اسم با الفاظ ندا صداش بزنید، دیگران هم همین کار میکنن. اما اگه شما فرزند خودتون رو پسر با یه لفظ آقا، دختر با یه لفظ خانم صدا بزنیم، دیگران اگر نخوان این الفاظ رو به کار ببرن، حد اقلش اینه که یک جانم چشمم عزیزمی کنارش میذارن. حالا این نسبت به فرزند نسبت به بقیه هم همین شکلیه. یعنی اگر که همسران احترام همدیگر رو چه در محیطی که خلوت خودشونه برای همدیگه زیبا بپوشن، راجبش صحبت خواهیم کرد، با همدیگه تو خلوت خودشون قشنگ صحبت بکنن. به قول یه بزرگواری میگفتش که بچه حدود 10-11 سالش بود، میگفت توی مهمونی ها وقتی من یه کار خطایی میکنم یه جوری والدین من عزیزم نکن این کار زشته، بعد تو خونه وقتی همون کارو میکنم یه جوری من خطاب میکنم تازه میفهمم من به کدوم دایناسور برمیگردم، لفظ خودشو به کار میبرم، که چرا بیرون اینجوری داخل خونه این کارو نمیکنن. بله من خطا کردم، اشتباه کردم، اما یه قاعده کلی، هرچی که برای بیرون خوبه برای تو خونه خوبتر. قدیمی های ضرب المثل داشتن، میگفتن که آنچه که به خانه رواست به مسجد. اما بحث روا بودن و روا نبودنش نیست، اگر یه چیزی یه فعلی بیرون قشنگه قطعا تو خونه بهتره. حالا اگر که ما به هم دیگه احترام بذاریم هم تو خونه هم در محیط بیرون، وقتی یه آقا و خانمی یه جایی میهمانی هستن در محیط دیگران، اگر همسر راجب مثلا خانم خونه راجب شوهری صحبت میکنه، حالا تحصیلات داره، دکتر، مهندس، نه آقای فلانی، یقین بدونید دوستاش تو فضای خصوصی خودشون هم جرأت نمیکنن که مثلا اسم شوهرشو خیلی سخیف صدا بزنن. گاهی اوقات تو مهمونی ها برخورد کردیم، یا حتی تو خونه جلوی بچه ها متاسفانه یه جوری همسرشون رو صدا میزنن انگار که مثلا کارگر خونه رو داره صدا میزنه. خب نمیشه توقع داشت از دیگران هم که این رعایت رو بکنن. شوهر یک، اگه چون همین مثال
خدمتگار خدمتگزار و متولی رو زدیم. متولی امامزاده است به نام همسر، همسر متولی امامزاده است به نام شوهر. اگر اینها رعایت احترام همدیگر رو نکنن، شما نمیتونید توقع داشته باشید بقیه هم این رعایت رو بکنن. اگر یک کسی رعایت کرد، اون جنبه تعریف تربیتی خودشه. اما وقتی که توی این فضا ما خودمون سطح توقع رو تعریف کردیم برای دیگران و نوع رفتار رو تعریف کردیم، دیگران هم همین اندازه برخورد میکنن. اگر توی تنهایی خودمون خوب بپوشیم، خوب حرف بزنیم، خوب نگاه بکنیم، طبیعتا این خوبها منتقل میشه به رفتار بچه ها و طبیعتا در فضای بیرون هم عادت میکنیم همین کار رو انجام میدیم. بعد دیگران هم مجبور میشن تو رفتارشون این رو رعایت بکنن و این برای حفظ احترام و شخصیت کلی فضای خانواده خیلی مهمه. یه آیه نورانی در قرآن مثل همه آیات دیگه که فوق العاده واقعا، این که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام آیات قرآن گنجینه است، وقتی به گنجینه آدم میرسه سرش نمیندازه پایین رد شه، اونی که به دردش بخوره، اونی که مورد استفاده خودشه تو فضایی که الان باش کار داره برمیداره و استفاده میکنه. در هر بخشی که وارد بشیم در زوایای مختلف زندگی، دستورات خیلی شیرین و زیبایی داره که خب قطعا و البته اعتقاد ما بر این است به دستور خود قرآن که قرآن در کنار اهل بیته، یعنی مفسری میخواهد که دقیقا در کنار همون باشه که برداشتمون رو از خدا قرآن به خطا نبریم. سوره مبارکه بقره آیه 187 عبارت تقریبا طولانی یه بخش از آیه اینه. قرآن میفرماد راجع به زن و شوهر حرف میزنه، میگه هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه، خانوم هاتون لباس شما، شما لباس خانوماتون. لباس چه تعریفی داره؟ چه کاری انجام میده؟ هر کسی تو محیط خودش ببینید، لباس یه چیزی که راحت لمسش میکنیم، این چیز بیگانه نیست. بشر از موقعی که به دنیا میاد با یک پوششی همراهه و کاملا ملموسه. خدا نیامده یه مثالی بزنه که بگیم آقا مثلا این سطح فرهنگ ممکنه این امکانات رو نداشته باشن. در هر فضایی که زندگی میکنن، در حتی بعضی از این قبایلی که همین الان در هزاره سوم میلادی دارن توی مثل آمازون اینا زندگی میکنن که دیگه حد اقل پوشش ها رو دارن، باز هم یه بخش پوشش و حجابی دارن و یک لباسی دارن. خب این لباس رو که خداوند متعال تو قرآن تمثیل آورده برای زن و مرد، لباس چه کاری انجام میده؟ ببینید ساده ساده سادهش اینه که لباس یک مرحله اول پوشش، مرحله دوم زینت. این حد اقلاشه دیگه. خیلی حرفا میشه راجع به لباس زد. لباس عروسی با عزا متفاوته، جنسش متفاوته، رنگش متفاوته، نوع پوشانندگیش، شلوار یه جور پوششه، کت یه جور پوششه، پیراهن یه جور پوششه. همه این جوانب یه لباس رو میشه طراحی کرد و تو ذهن آورد. ما به همین دوتاش کار داریم، میگیم لباس پوشاننده است در مرحله اول. وقتی که قرآن میفرماد که خانوم های شما برای شما لباسن، یعنی چی؟ یعنی شما رو باید در یه حاله‌ای بپوشانن، ستار باشن براتون. رفتار خانوم، کردار خانوم، ادبیاتش یه جوری باشه که نواقص شما رو بپوشونه. حالا ما فعلا داریم تو روابط اجتماعی حرف میزنیم، ما تو معنویات میشه بردیناها رو. رفتار شما یه مرد هم باید یه جوری باشه که عیوب خانومتو بپوشونی، نه اینی که هر جا نشستی مثلا یه نقصی هم داره قاطی رفقا بشینن. دیدیم دیگه تو آقایون بعضن مثلا بگن ای بابا 4 روز رفته مسافرت راحت شدیم، خب مگه چه خبر بوده که ناراحت بودی؟ این ذهنیت رو ایجاد بکنه دیگه. در قالب شوخی شوخی بعدن میبینید که یک فضای استثنایی را میفته. تو خانوما هم همین شکلیه. کافیه که یه مطلب، حالا متاسفانه گرفتاریش تو بخش بانوان این قسمت بیشتره، یه چیزی شما صبح بگید، اگر تو محیطی بشه که رعایت نشه، بعد از اون که از اینکه خبرگزاری‌های مهم مثلا دنیا داره پخش میشه، رصد میشه که همه آقای فلانی فلان مشکل رو داره. حالا در فضای خانواده دارم میگم، یعنی دارم عمق کار رو میگم. اینی که من
نسبت به خانوم خودم نه، گسترده ترش بکنم نسبت به فضای خونه خودم، یه فضای پوششی و ستاریت نداشته باشم، بعد آثار خیلی بدی داره. طرف میاد از بچهش حالا یه ناراحتی ایجاد شده تو خونه، خب پدر و پسر و مادر و پسر و دختر بالاخره یه جاهای اختلاف سلیقه‌ای هست، بچه‌ان یه مقدار چموشی میکنن. شما آیات قرآن رو ببینید، بچه‌ها نسبت به محبت پدر و مادر تو سر بالایی ان، هی خدا داره هول میده، ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، هی خدا داره اینا رو هول میده به سمت بالا. از اون طرف پدر و مادر تو سراشیبی ان، المال و البنون، هی خدا داره تذکر میده اینا آزمایشن، مواظب باشید به خاطر محبتشون سمت جهنم نرین، هی داره ترمزشون رو میکشه. حالا تو این حرکت زورکی که دارن، حالا تازه بر مبنای تربیت‌های خوب، بالاخره یه جایی ممکنه که یه خبطی یک بچه انجام بده. حالا پدر یه بدی دیده، یه رفتاری که حالا ممکن اصلا پدر نپسندیده باشه، بعد بشینه تو جمع بگه. فردا روزی داشتیم توی همین اتفاقات، فردا روزی برای همون پسر هر جای رفته خواستگاری گفتن نه. ای شما که خب خانواده ما، این همون پسری نیست که اون شب مثلا راجعش بد گفتی، این همون دختری نیست که گفتی تو خونه اذیت میکنه، سابقه خراب کردیم. حالا نسبت همسران هم همینه، یعنی اگر که رعایت نکنیم و این پوشش رو نسبت به همدیگه نداشته باشیم، اراده همدیگه نپوشونیم، بالاخره یه خطایی هست. اگر یه همچین کاری رو نکنیم، شما یقین بدونید که این فضای بیرونی بیشتر از اونی که ما گفتیم مطرح میکنن. این یه قسمت کار. یه بخش دیگه در بحث لباس، بحث زینته. مدل پوششی که من دارم نشان دهنده شخصیت درونی خانواده است. یه بزرگواری از دوستان ما هست، خیلی پسر خوبیه، بندم به شدت به جهت ارتباطاتی که خانواده دارن میدونم که تو خونه چقدر مقید رعایت نظافت و خیلی، ولی ایشون اصلا این چیزها رو رعایت نمیکنه. بارها بهش گفتم هم خونه میخواد بیاد بیرون، خانمش بنده خدا لباسا رو شسته، به حالا به پسرش داده، خوشویی بردن مرتب، یه لباسی که دوست داره اون روز بپوشه دم دستش باشه، چروک هم هست، میبینی از تو لباس شسته برمی داره تنش میبره میاد بیرون، نظافت ظاهریش تمیزه، اما اون مرتب بودنه نی. در بحث تجملات و زیبای شناسی خانواده انشالله عرض خواهم کرد، زهد به شدت وچش مختلفه با بحث این که انسان شلخته را بره. زهد یه بحثه، اهل بیت ما همیشه شیک پوش بودن، همیشه مرتب می پوشیدن، و این آثارش تو رفتار بیرونیه. خب هر کسی که اون آقا رو میبینه میگه ببین چه خانمی داره تو خونه شلخته، به قسم حضرت عباس میخوره که آب خدا تو خونه من دارم به این میرسم. و برعکس، یعنی اون نوع رفتار ما بیرون زینت است برای همسرانمون، ادبیات و گفتاریمون، مدل رفتارمون با بقیه، نمیدونم حتی نسبت به پوششمون، نسبت به نگاه کردنمون. یه کسی وقتی که یه لباس خوب میپوشه عموماً این شکلیه، شما دیگه خیلی آمار کمی رو میتونید این شکلی پیدا بکنید، یه کسی که کفشش واکس زده است، لباسش اتو کشیده است، مرتبه، حرف زدنش هم بیرون مرتب، کمتر اتفاق میفته، یا شنیتش ایجاد میکنه، بالاخره جنتلمن داره راه میره، نمیطلبه که هر ادبیاتی هم بزنه. اگر که این طرف به عنوان یه لباس شیک عمل کرد، رفتارش هم همون شکلی میشه. حالا اینا رو تو بحث خود خوب پوشیدن و خوب صحبت کردن خیلی حرف داریم راجع باش، اما کلیتش اینه که همسران در یه فضایی که تو خونه قرار میگیرن، چه در خلوت خودشون، حتما همدیگر رو با القاب قشنگ صدا بزنن. احترام گذاشتن به همدیگه به هیچ عنوان منافاتی با زندگی عاشقانه نداره، که بگه مثلا ما تو خونه هی باید بگیم آقای فلان، کی گفته شما مثلا این شکلی این رفت رو به کار ببرید، این آقا رو بذارید برای محیط اجتماعی بیرون، اما تو خونه که میتونی عزیزم بهش بگین که. تازه اگر که فکرمون رو باز بکنیم روی این قصه، گستره کلمات زیبا تو این جریان خیلی زیاده. متاسفانه الان گاهی اوقات این الفاظ رو برای این که مثلا به یه نفر متلکی بگیم به کار ببریم، برای اینکه کار را بندازیم.
اما اینی که تو خونه بعد این اینا رو خرجش کرد. ببینید امام رضا علیه السلام میفرمایند که از اون طرف دستور این شکلیه که آقا وعلم ان النساء اشد، خانم ها مدل های مختلفی هستند، بعضی هاشون اصلا غنیمت هستند و یک تاوان رنجهان. اینا چجور خانمایی هستند؟ حضرت میفرمان اینها خانمایی هستند که به شوهرانشون محبت میکنن و عاشقت لها، عشق میورزن. فضای خونه باید این باشه، اما این هیچ منافاتی با احترام نداره که. ما احترام بذاریم به هم دیگه، فضای این احترام بیشتر صمیمی میکنه، اصلا رسمی نمیکنه. یعنی ما واقعا اگر فرق بین رسمی بودن یک زندگی که مثلا بخوایم سر سفره بشینیم مثلا میگیم دست شما درد نکند که چنین نهاری رو، یا همینایی که توی الفاظ عمومی داره بکار میره، یا نه اینی که من غذا خوردم یه تشکر بکنم، شیک غذا بخوریم. خیلی از دختر خانوما من متاسفانه دیدم اینا رو، یه جهاز خیلی شیکی پدرش زحمت میکشه براش میاره، میذاره تو خونه، مثلا این چینیاشو میذارن تو بوفه. این هست کلا، مثل یه دکور براش درست کردن. یه موقعی یه مهمونی بیاد، خودمون که مگه ما تعریف نداریم راجع به شخصیت خودمون؟ با بعضی از فقهای ما عجیبه. من در سیره زندگی یکیشون میخوندم، ایشون تو خونه گاهی اوقات مثلا خودشون که بحث با خود مطالعه اینا داشتن، قشنگ مرتب میشستن دو زانو. یکی از طلبام گفت، به ایشان گفتم که حاجی حالا که کسی نی، خودم که هستم دارم بحث میکنم، بحث علمی مطرح میکنم، قرار برم سر درس، بالاخره خودم شخصیت قائلم. غذا میخواد بخوره، یه موقع مهمون بیاد خونه، خب الحمدلله همون ظرفا رو میچینن این وسط، یه موقع مهمون قابلمه رو برم داره میاد تو سفره، چه ظرف کثیف کنیم نشستیم دور هم دیگه داریم بخوریم. خونه خودمون ظرفای ملامینی، نمیدونم پلاستیکی، بعد مهمان بهترین ها مال خودمونه، مهمانم اومد حبیب اللهه، بهتر از اون پذیرایی میکنیم. اما مگه خودمون تعریفی از انسانیت نداریم؟ خب بالاخره خودمون باید تعریف تحویل بگیریم، بهترین ظرفا رو خودمون استفاده کنیم. آقا میشکنه، خب مال همین چیزاست دیگه. به قول یه بزرگواری میگفتش که چینی تا موقعی که نشکسته محکم بگیرنش، وقتی هم شکست فدای سرتون دیگه، اون قراره بشکنه. مگر قراره که اینا رو به عنوان غنیمت جنگی یا به عنوان یادگاری با خودمون جایی ببریم؟ یا به ما گفتن اینا نگه دار جزء آثار فرهنگیه، مثلا 50 سال 100 سال دیگه به درد می‌خوره؟ که حرف چینیه، برای به عنوان جهیزیه گرفتن، کلی کلاس گذاشتن تو برنامه مثلا پاتخت و اینا، همه رو آوردن به ملت. اینم البته از چیزایی که من به شدت باش مخالفم، که خیلی اوقات باعث چشم و همشمیای قضایی میشه تو بحث مباحث اقتصادی خانواده، عرض خواهیم کرد. بعد شما در نظر بگیرید که بهترین ها رو برش تهیه کردن، اینا هر باشه تو بوفه. وقتی خودمون رو تحویل نمیگیریم، بقیه چه توقعی داریم؟ بهترین ها همیشه مال خودمونه. مهمان هم آمد رو سر ما، مهمون حبیب خداست. حضرت فرمودن مهمون با خودش که میاد برکت میاره، وقتی که میرود اسباب بخشش گناهان صابخونه است. توی یه روایت داریم خیلی عجیبه، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد که یا ابن رسول الله، من گرفتار شدم، مغروز شدم، وضع مالیم خیلی به هم ریخته. حضرت فرمودن سفره بنداز. گفت من میگم که گرفتار شدم. حضرت فرمودن قرض کن سفره بنداز. این سفره که بندازی برکت میاره تو خونت، بعد باعث میشه که خدا چهار تا مؤمنو دعوت کن، عبارت حضرت این، چهار تا مؤمنو دعوت کن سر سفره بعد دعا کن. این که حالا دیگه نمیخوام وارد این بحثا بشم که حالا ما متاسفانه این سفره رو برداشتیم بردیم به بهانه های تو رستوران ها و این برون، و دو تا مهمونم که بخوایم دعوت کنیم که جا داریم تو خونه، یه موقع مهمانی گستردی که فضا نیست، سلام نه، یا دو تا مهمونم که داریم، حالا میخوایم کلاس بذاریم، نمیدونم زحمت خودمون رو کم بکنیم، بلند میشیم میریم، یا از ترس اینه که بالاخره آشپزیه در سطحی نیست که کم کم بالاخره با سر یکی اوستا شد. کلیتش این که این چیزایی که تو خونه داریم، چرا یه دست لباس شیک نداریم تو خونه برای خودمون بپوشیم؟ اینا رو تو بحث پوشش انشاءالله واردش خواهیم شد، نمیخوام خیلی پراکنده بشه، اما کلیتش تو ذهنمون باشه که همسران لباس همدیگن. تو خونه، تو بیرون اگر احترام همدیگر رو نداشته باشن، شما نمیتونید توقع داشته باشید بیرون این کارو بکنن.
نمیشه هم نقش بازی کرد که بگیم آقا مثلا توی خیابون رعایت میکنیم، توی مهمونی ها رعایت میکنیم، تو خونه حالا هرچی شد شد. بالاخره یه آدم اصطلاحا بقولیم بچه کوچولو ها میگن اما آدم سوتیه رو میده، یه جایی بالاخره خراب میکنه، درست شد؟ شد شما بالاخره یه فضایی که ملکه ذهنت میشه دیگه. اما اگر عادت کردیم همه جا خوب صحبت کردیم، بیرون هم که رفتیم خوب صحبت میکنیم، بیرونیش هم قشنگ میشه. و اگر هم تا الان رعایت نکردیم، خدایی نکرده، از همین الان تصمیم بگیریم این کارو بکنیم. یعنی اگر الان تا خدایی نکرده اسم بانوی خونه رو، اسم آقای خونه رو بد صدا میزدیم یا تنها صدا میزدیم، از الان تمرین کنیم که قشنگ اسمشو به کار ببریم. یه بزرگواری میگفتم که یه جای مهمان بودن، دیدن یک کوچولویی اسم مامانش رو خیلی ساده، فقط هم اسم رو میگه، مامانم نمیگه. بعد خب میگفتم من حساس شدم، میگم چه این شکلی مادرش رو خطاب میکنه. بعد دیدم که توی خونه همین یه دونه بچه هم هست، پدرم هم خیلی ساده خانومه رو مثلا دقیقا حالا اون اسمی که داشتن، من گفتم والا آدم یه کلفت هم تو خونه داشته باشه با این ادبیات صداش نمیزن. خب این بچه هم چیز دیگه یاد نگرفته که مثلا بیاد مادر رو مادر بگه، مامان جون بگه، نمیدونم مادر جون بگه، یک لفظ ارزشمندی برای این موجود مقدسی که خدا قرار داده. دو سه شب پیش همینجا مهمانه بزرگواری بودیم ایشان، واقعا من احساس کردم که وظیفم چقدر سنگین شده. همچین قبطه خورد بنده خدا، گفتش که خیلی سنی نداشتیم، پدر از دست دادیم، اومدیم یکم به فضای مادر برسیم، مادرم از دست دادیم، الان دستم خالیه. یعنی میگفت میخوام از خدا که یه لحظه اینا رو به من بده، یه مرتبه دیگه من فقط یه خدمتی بکنم، همین اندازه. حالا ای که هستن ما باید این بچه یاد بدیم چجوری عمل بکنه. آقا امیرالمومنین فرمودن که به پدرانتون، به والدینتون احترام بکنید تا بچه‌هاتون بهتون احترام بکنن. اگر ما این ادبیات، این احترام متقابل رو توی خونه نداشته باشیم، خب قطعا نمیشه توقع داشت که بعد بچه‌ها هم این کارو بکنن، بعد بیرون دیگران هم این کارو بکنن. خب همین که تو خونه یاد گرفته، بیرون هم این کارو انجام میده. خیلی سعی میکرد اون بزرگوار مثلا با الفاظ خیلی قشنگ، ولی بچه 2-3-4 سالش که تازه ادبیات یاد گرفته بود حرف بزنه یکم، یه عصبانی شد، یک فحش بدی داد. بعد من کشیدمش کنار، گفتم که حداقل با تو عالم دوستی باید یه چیزایی بهت بگم. این تو خونه شنیده، فضای نه مهد میره نه تو خیابون میره، حالا اگر که مثلا نگیم تو مهدا، بله یه چیزی داره خروجی. بعد سرش انداخت پایین، گفت آره متاسفانه تو خونه وقتی عصبانی میشم حواسم نیست گرچی بخوام میگم. گفتم اصلا الان رعایت کن، هیچ اشکالی نداره، اگرم که اشتباه کردی خورده خورده فضای فکری بچه رو یه جوری بساز که بفهمه با ادبیات خودش با زبان خودش که بفهمه اشتباه کردی. من یکی از این نمونه های رفتاری تو خونه رو، این حرکت متقابلی که بیشتر خیلی باعث احترام میشه رو، اگر نمیخوایم میان برنامه چیزی ببینیم اینو بگم، اگه اجازه بدید که میان برنامه ببینیم و بعد بفرمایید تا فرمان در خدمت شما. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کسر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل. امروز روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و خادمین حضرت برای خوش آمدگویی این مراسم رو به پا کردن. اینجا داریم به حضرت معصومه خوش آمد. علیک روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. مقدل
عالم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کسر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل. حضرت معصومه برای دیدار برادرشون حضرت آقا امام رضا به قم تشریف آوردن. البته توی مسیر از مدینه در ساوه مریض میشن که به فرمایش خودشون به قم منتقل میشن. سلام علی حق دلم راهی قم میشود، در حرم امن تو گم میشود. امه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. شرکت کردن در مراسمات و محترم نگه داشتن، چه مراسمات عزا و چه مراسمات شادی و تولد، باعث میشه که این شعائر اهل بیت حفظ بشه. همینطور که در ماه محرم و صفر این همه دستجات اعضا وارد حرم می شدن و این حفظ کردن محرم و صفر و شعائر حسینی بود، و الان هم به خاطر ورود حضرت که خواهر امامن، دختر امامن، عمه امامن و امام صادق علیه السلام، قبل از اینکه ایشون و حتی پدرش به دنیا بیان خبر داده بودن از این بانوی کریمه، و این حفظ کردن این روز و اینکه ما محترم بدونیم این روز رو، باعث میشه که انشاءالله شعائر مذهبی و اسلامی حفظ بشه. ما به هر حال شعائر مذهبی رو بایستی همیشه زنده نگه داریم. وظیفه داریم به هر نوعی که شده اجتماعی رو در اونجا جمع کنیم و شلوغی دور این اماکن متحرکه از وظایف ما هستش، و این شعائر رو زنده نگه داشتن برای آیندگان، برای فرزندانمون و برای کسایی که احیانا ممکنه اطلاعاتشون نسبت به این موضوع کمتر باشه ضرورت داره. اهداف و منش و مرام اون بزرگواران را به معنای واقعی کلمه دنبال کنیم و پیروی کنیم از اونها. وظیفه همون اینه که به اصطلاح هر ساله بتونیم این مراسم ها رو به اصطلاح با شکوته برگزار کنیم و اینکه قدردانی کنیم از این مراسم ها، از این لطفی که به اصطلاح خدا به اصطلاح به ما فرموده. دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. حق دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. امه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کسر نوری به کبیر قومی. احادیثی رو داریم که زیارت قبر حضرت معصومه به صورتی که با معرفت زیارت بشه انشالله بهشت رو واجب میکنه بر زائرش. کوثر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. از امام جواد علیه السلام هستش، پسر آقا علی ابن موسر رضا، که فرمودن هر کس عمه من را در قم زیارت کنه عارفن به حقه، بهشت بر او واجبه. ما خادمینم جوری با این زائرین برخورد میکنیم که انگار همه این زائرین محترم بهشتی هستن به فرموده آقا جواد الائمه، و سعی میکنیم هم برخورد خوبی داشته باشیم، هم خیلی احترام کنیم شأن این بهشتی هایی که تو حرم خانم حضرت معصومه سلام الله علیها اومدن. ما
خدمت استاد بزرگوارم هستیم آقای دکتر علوی. ادامه بدم. بخش اول صحبتمون راجع به احترام همسران به همدیگه بود. ما این محافظت همه جانبه که عرض کردم سه تا بخش داره. یه بخش روابط بین خود زن و شوهره، چه در داخل خانه چه در بیرون خونه. یه بخش حفظ احترام همسر در خانواده خودمون و حفظ احترام همسر در خانواده خودش. و این خیلی نکته دقیقیه. ممکنه یه عده بگن آقا خونه خودش، که خیلی هم تعبیرش میگن لوسش هم میکنن. نه، اونجا هم توضیح خواهم داد. در بحث احترام داخل خونه میشه رو خیلی از رفتارهای افراد تو خونه دست گذاشت، بعد ببینیم چه مقدار درست عمل شده چه مقدار درست عمل نشده. من یه دونش رو مثال میزنم. ببینید، در آداب ورود به خانه همه این بحثایی که داریم میگیم به فضل پروردگار آموزه های مکتب حقه تشیعه. یعنی اینکه ادعای ما بر این است که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه به لسان نبی مکرم صلی الله علیه و آله، یعنی در برای تمام زوایای زندگی شما برنامه داریم. بحثی که دو شب، یه شب اول، یه شب سوم چهارم بود، خاطرم هست که روش صحبت کردیم و گفتیم ادعایی است که به شدت قابل اثباته، نه اینه که حالا یه حرفی زدیم و یه مطلبی رو لسان روایت فرمودن و هیچی پشتش نی. هر قسمتی از زندگی که بخواید و نیاز بشره که تو اونجا روش درست زندگی کردن رو یاد بگیره، قبل از این که بیان بکنه آموزه های دین اومده اونجا حرف زده. حتی همین کتاب هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، بعضا من نگاه میکردم یه قسمتایشو، خب یادم هست حدود شاید 20-25 سال قبل من یه دور این کتاب رو خوندم. این که یه جاهای اسلام باب کراهت داره، یه اسلام یه بحثایی مثلا راجع باب مستحب داره، جمعه ناخونتون رو بگیرین، حالا با ادبیات اون موقع حرف زدن که از نمیدونم این که حضرت فرمودن ناخوناتون رو بگیرید که محل تجمع شیاطینه، خب اون موقع از باکتری و ویروس و این حرفا خیلی متوجه نمیشدن، اما مردم همه، یعنی ذاتن آدم از شیطان بدش میاد، فطرتن مخالف بدیه، ممکنه بعدن تربیتش یه جوری بشه، لذا تشویق میشدن به انجام این کار. تو تمام قسمت‌های زندگی، یعنی شما در هر زاویه‌ای که وارد میشید، حتی یه بزرگوار اومد گفت یعنی اسلام راجع به همین خرید عروس داماد بخواد برن حرف داره. گفتم حرف داره. لباستو می‌خوای بکنی تو خونه بندازی توی ماشین لباسشویی، اسلام حرف داره. چیکار باید بکنی؟ خیلی از این حرفایی که الان تو کلاس‌های آموزشی اساتید بزرگوار دارن میزنن، اینا رو ریشه‌اش توی قسمت دین میشه راحت پیدا کرد. النظافت من الایمان، کل نظافت جسمی و روحی بدن رو و خانواده رو میشه باش تعریف کرد. آموزه های مختلفی که حضرات معصومین داشتن، نوع پوشششون، نوع نظافتی که داشتن، رعایت کردن یه سری مسائلی که اصلا ما با خودمون میگیم یعنی پیغمبر خدا همین رو رعایت میکردن. خب بله که میکردن. من انشالله تو ادبیات گفتاری خواهم گفت حتی نسبت به مردم عرب بادیه نشین میومد مدینه، یه پیغمبری آمده است، یه حرفی زده، یه دین معرفی کرده، چه شکلی میشه از تاریخ نوشته، میومد جلو پیغمبر خدا میشست. دیدیم بچه ها جلو تدون چجوری دستشون چونشون میذارن، اینجوری نشست جلو پیغمبر خدا دراز کش، بعد شروع کرد به حرف زدن. خب پیغمبر رو به اسم کوچک صدا زد، بگو ببینم چی میگی. نبی مکرم شروع کردن اسلام رو براش تعریف کردن، خوابش بود. حضرت عبای مبارکش رو تا کردن گذاشتن زیر سرش، اخواب بیدار شد شاکی، اول پرت کرد کی اینو گذاشت زیر سر من. عادت نه، عرب بادی، عرب بادیه‌ای بود، عادت داشت به همون فضا. اصحاب اومدن که یه جوری معترضش بشن، حضرت فهمیدن که خب فضای فکریش همونه، بذار صحبتش رو بکنه. دو مرتبه، سه مرتبه مسلمون میشدن میرفتن. ببینید تا کجا حضرت آموزش دادن. ما از یه طرف میگیم که
دلهامون رو محو جمال سید الشهدا علیه السلام کردیم، اخلاق سید الشهدا رو میخوایم. این رو من برای خودم میگم، یعنی واقعا خودم دوست دارم تو این فضا قرار بگیرم. گاهی اوقات که مباحث اخلاقی مطرح میشه به عزیزانی که پای صحبت هستن میگم من اینا رو برای خودم خوندم، برای خودم تکرار میکنم، بلندتر میگم شما هم بشنوید. وقتی که یه نفر بلند شده از شام اومده مدینه در محل استقرار بنی هاشم در مقابل سید الشهدا ایستاده، اون چه که لایق خودش بوده به حضرت گفته، حضرت یه نگاهش کردن، فتبسم، لبخند زدن، بعد فرمودن فکر کنم غریبی، اگر گشنت بریم خونت قضا بدم، اگر گرفتاری مالی داری تأمین کنیم، اگر که مشکل مسکن داری یه جا خواب برات ردیف کنیم. عکس العملش رو ببینید، برگشت به سید الشهدا علیه السلام گفتش که تا الان بدترین آدم اون تربیتی که من تو شام شدم، اون آموزهایی که معاویه به من درس داده، بدترین آدم تو ذهن من شما بودید. کاش زمین دهم وا کنه من برم تو اینقدر آدم کریم. یه حرفایی که من زدم به یه آدم معمولی بزنم گردن من میزد، اونم تو محله بنی هاشم، اونم به پسر پیغمبر خدا. خب مگر که همسران ما اهل شام هم. اون شام با اون تعریف خب خطا میکنن. عادت بکنیم بپذیریم و عادت بکنیم خوب صحبت بکنیم. نمونه های مختلفی رو میشه تو خونه مثال زد. من یه بحثی رو دارم، این بحثی که مبتلا به همه هست، سعی کردم مطالبی رو انتخاب بکنم که با تمام فرهنگ ها و جاهای مختلف، فقط مشهد رو نبینم، فقط ایران رو نبینم، بگم تو امریکا هم فضا همین هست، توی نمیدونم اروپا هم همین هست. بالاخره یه روزی مرد میاد خونه، وقتی صبح خونه رفت بیرون برمیگرده خونه، بالاخره خانم محیط کار داره برمیگرده خونه. شد؟ در آداب ورود به خونه حضرت فرمودن که مرد سلام بکنه به اهلش هنگامی که وارد میشه، یعنی قبل از این که بیاد تو خونه، اعلام آمادگی. تازه حضرت فرمودن که و اذا دخل یضرب نعلیه، این پاشو بزنه زمین، یا این که یتنحنح بکنه، یه سرفه‌ای بکنه. بهترین حالتش تو اجتماع امروزی اینه که حداقل یا الله بگی. یا الله نه، زنگ بزنه. اصلا پیشنهاد نمی کند اسلام که شما وقتی اهلت تو خونن کلی بندازی در رو بکنی بهتون. داری اما زنگ بزن. زنگ بزن. حضرت فرمودن ممکنه یه چیزی ببینی که کراهت داری، سوء تفاهم ایجاد میکنه. این سوء تفاهمی که ایجاد میشود باعث میشه که فضای فکری خونه رو مسموم بکنه. خانوم با تلفن صحبت میکرده، تلفنش تموم شده، همون موقع آقا کلید انداخته اومده تو. یعنی به محض اینی که آقا اومدن توی خونه، ایشون گوشی رو گذاشته بود زمین. زنگ زد آقای به من، نمیدونم با کی صحبت میکرد، من وارد شدم قطع کرد. بابا تلفن که حالا حتی اون موقع از این رادیال و اینا نبود، تلفن ها اینجوری هندلی. به ایشان گفتم که چرا ذهن خودتو خراب میکنی، تقصیر خودته. اگر شما موقعی که میخواستی بری تو خونه در میزدی، زنگ میزدی، ایشان قطعا تلفنش رو هماهنگ میکرد. از اون طرف به خانومم گفتم، الانم میگم به مخدرات ما، داری تلفن صحبت میکنین؟ تموم شد، شوهرت این شکلی اومد تو، نذار زمین، دو کلمه دیگه حرف بزن ولو هیچکی پشت تلفن، ذهنشو خراب نکن، بعد گوشی رو بذار. این سوء تفاهم آغاز خیلی از گرفتاری هست. بعد خدایی نکرده مرد زن رو متهم میکنه، نتیجهش هل دادن به سمت فساده. اینا تو روایاتمون هم. لذا ما دستور داریم که شما وقتی قرار وارد خونه خودت حتی بشی، با اعلام قبلی برو، چون حضرت فرمودن ممکنه یه چیزی رو ببینی، شیئا یکرهو، کراهت داری از دیدنش. اصلا اون موقع دلش داشته تو خونه مشغول به کار بوده، یه لباسی پوشیده که متناسب استقبال از همسرش نیست. چه اشکالی داره که شما قبلا اعلام آمادگی بکنی؟ آقا یه خانمی داره تو خونه نظافت میکنه، ممکنه مثلا یه پلاستیک هم به کلش کشیده باشه، نمیدونم خودش اصلا یه حالت خاصی باشه، از همون اندازه دمه در که شما زنگ میزنی تا بیای بالا، خیلی راحت میتونه خودش تا حد اقل آماده بکنه برای دیدن شما. چه اشکال داره که شما قبلش این حتما بهش خبر بدی؟
این پس دستور اولی دین ما. ما روی این آیتم، روی این آموزش، روی این روایت نورانی، روی این کلامی که با هیچ چیزی نمیشه عوضش کرد، من واقعا کلمه کم دارم برای این حرفا، انقدر این کلام نورانیه. نمیدونم این چجوری ما باید سر بسابیم به آستان اهل بیت که اینقدر ما رو آدم حساب کردن، یه حرفا برای ما زدن. این یه کلمه رو بذارید بعد بیایید تو فضای استقبال زن و شوهر از هم دیگه. وقتی یک آقایی در میزنه، یه روایت یه شب خوندم، دو تا روایت امشب میخونم، در میزنه در خونه، بانوی خونه میره دم در، یه نگاه تو صورت همدیگه میکنن، یه لبخند به هم میزنن، به تعبیر من یه خسته نباشید میگن. حضرت فرمودن تا موقعی که دست همدیگه رو میگیرن، یه کنج خونه میشینن، خدا گناهاشون رو میبخشه. عرض کردیم آثار بخشش خدا یعنی ایجاد محبت، ایجاد علاقه. اینو تو روایت توضیح دادیم. حضرت فرمودن که وقتی خدا، وقتی که یک شوهری در استقبالی که زن ازش میکنه برای تو خونه، یک نگاه با محبتی به همسرش میکنه، همسر یه نگاه با محبتی به اون شوهر میکنه، نفر سوم خداست، خداوند متعال به اون دو نفر نظر رحمت میکنه. ما چی میخوایم از زندگی؟ اگر یک کسی خداوند متعال بهش نظر رحمت بکنه، زندگیش سمت سردی میره. حتی اگر بچه ها میرن در رو باز میکنن، مقید کنن بانوان محترم خودشون رو، حتما برن به استقبال. این استقبالی که میکنن، یک ایجاد صمیمیت میکنه، دو آموزش برای بچه هاست، همه باید یاد بگیرن به مرد خونه احترام بذارن، و برعکس، یعنی مرد هم رفتارش اینه که از همونجا یاد میده به بچه ها به مادر احترام بذارن. این استقبالی که صورت میگیره، یه مثال ساده بزنم، شما تو خونه وقتی مهمان میاد چجوری استقبال میرین؟ مثلا میشین که خب خوش آمدی، بفرمایید تو بشین، یه کنجی بشین، میرید بهترین الفاظ رو براش به کار میبرید، هر چی برای خونه، برای بیرون خونه خوبه، برای تو خونه خوبتر، تو خونه عالیتر، لازمتر. یه خسته نباشید بهش بگی، اگر چیزی دستش ازش بگیری، یه استقبال، یک آب خونکی، اصلا این که همین اندازه که برید به استقبال. من پیشنهادم اینه، یعنی از اون مجموعه مطالعاتی که تو این زمینه داشتم، موقع استقبال غیر از خوش آمدگویی هیچی به درد نمیخوره. هیچی ها ممکنه یه سری اتفاقاتی تو منزل افتاده باشه، بچه اذیت کرده باشه، نمیدونم یه چیزی کم باشه تو خونه، اصلا الان میخواستی بگی مثلا ماست بگیره نگرفته، موقع استقبال موقعش نیه، دیر اومده. اصلا شما قرار داشتیم، این نکته خیلی ظریفی بود شما اشاره کردید، شما قرار داشتید آقا ساعت 5 بیاد خونه، 6 اومده. خب این یه ساعت کجا؟ یه ساعت من لباس پوشیدم آذان آماده نشستم اینجا، اشکال نداره. خب بله، اینو بعدا با هم دیگه حلش میکنیم. الان داره میاد تو، ممکنه یه اتفاقی افتاده باشه، ممکنه اصلا نه فراموش کرده، نه فراموش هم نکرده، سرش جای دیگه گرم شده، ما قراره به سمت خوب شدنه بریم. خب این کار رو بدتر میکنه. موقع استقبال فقط استقباله. شما مهمان وقتی میاد خونه، هنوز نرسیده، احوال پرسی کنه، خب خالت چطوره، دایید چطوره، عمت چطوره، خیلی همه خوش آمدگوییه. الفاظ خوش آمدگویی خیلی ساده است، خیلی خوش اومدی عزیزم، خسته نباشی. تمام به قول بنده خدایی میگفت من هر موقع وارد خونه میشم، همون سلام اولی که به من میکنه، همه خستگی روز من رو برده، انگار که من هیچ کاری نکرده از صبح، انرژی مثبت در حد عالی، فقط همین اندازه من رو میبینه، میاد در رو بازم، میاد جلو. حالا یه عده ای دیگه آیفون هم که از آیفون تصویری خوب بود، باز حداقل تو اون تصویره میدید یه آقایی داره میاد، همون هم کنترلیش کردیم دیگه، دکمه میزنیم و یه آقای مهندسی به من گفت یه خونه طراحی کردیم، تمام سیستم این خونه با کنترله، یعنی دیگه شیر حمام با کنترل، سرد و گرمش، در حمام با کنترل، اتاقا با کنترل، تلویزیون، نمیدونم دوربینای مدار بسته. گفتم خب پس کی هم دیگه رو میبینن؟ تو آشپزخونه داره آشپزیشو میکنه، اصلا نمیاد دم در. بابا همین اندازه که در رو باز بکنید، خورده خورده سردی ایجاد میشه وقتی اینا رعایت نمیشه.
من مثال استقبال رو میزنم. ببینید هنوز اومده تو هنوز لباساشی در نیاورده. خب حالا که هنوز لباسا در نیاورده آشغالا رو زدم در، چقدر شخصیتشو میاری پایین. بله آشغال ها، خاکروبه ها، اون چیزایی که بده باید گذاشته بشه بیرون، خوبه ها. حالا آپارتمان خسته میشه، زرنگی کن و پشت در بذار، کار نداره که، قبل از که بیا تو خودش وقت میذاره این روزا پایین. ولی اینی که هنوز نیومده تو کیفشو بگیری این سطل زباله رو دستش بدی، این توقع نداشت این زندگی سمت صمیمیت بره. خب اصلا ما اول داره خوردش میکنه. موقع استقبال دیر آمده است، فقط استقبال. چیزی تو خونه داری، فقط استقبال. اتفاقی افتاده، فقط استقبال. فقط الفاظ خوش آمدگویی. این طرف قصه. موقع بیرون رفتن از خونه هم نیازه به بدرقه است. شما تو الفاظ داره میره بیرون، بدرقه که نمیکنه، چه حال داره میره درم پشت سرت ببن. بابا شما وقتی به همسرت میگی که در پناه خدا باشی، داری میرون بهش میگی خدا حافظ، یعنی چی؟ یعنی سلامت تو برای ما مهمه، وجودت توی خونه ارزشمنده، لحظه به لحظه بودن با تو لذت بخشه. همه اینا تو هم یک کلمه است. حالا تو لفظ خودمونم میگی مواظب خودت باش، و قطعا از نظر اعتقادی هم میدونیم این مواظب خودت بودن بازم همون درخواستیه که دوستان که خدا، یعنی مواظب ما خودمون که پس خودمون برنمیام که در پناه خدا باشی. این الفاظ قشنگی که داره هنوز نرفته، داره نمیدونم این کیفش رو مرتب بکنه، پاشنه کفشاشو میکشه بالا، میگه خانم در آپارتمان رو بست. بابا شما یه مهمون میخواد از خونه بره چیکار میکنه؟ تا موقعی که دقیقه فرصت، تا موقعی که ماشین تو دیدتونه، مواظبید که این خدمتتون عرض میکنم که مهمون ببینه شما رو یه دستی تکون بدین. درست شد؟ موقع رفتن بدرقه کردن یه بدرقه این شکلی، یعنی تا جایی که میشود همراهی کردن. حتی روانشناسای جدید میگن تو بعضی نظریه‌هاشون دیدم که اون بساب همون روبوسی که زن و شوهر موقع خداحافظی میکنن موجب افزایش سن مرد میشه. حالا تحقیقی که کردم خیلی روش مانوف نمیدیم چون من توی بحثای روایی کار میکنم، اما اینه که اینه حرفم دارم میزنن، ولی آسایش کاملا مشخصه. امام رضا علیه السلام فرمودن، فکر میکنم با توجه به وقتمون به اون قسمت دوم و سوم بحثمون نمیرسیم، فردا شب در خدمت عزیزان هستیم. امام رضا علیه السلام فرمودن پیغمبر خدا وقتی میومدن خونه، زمان خودشون رو سه قسمت میکردن. یه قسمت بحث مناجات با خداوند متعال بود، یه قسمت مال همسرانشون بود، مال اهل خانه بود، یه قسمت مال خودشون بود. اون قسمت خودشون رو با مردم تقسیم میکردن، یعنی کار مردم رو مینداختن. یه قسمت یعنی احترام به خانواده، مال خانواده، ارزش گذاشتن به خانواده است. یه تایم مخصوص دارن، باید به این تایم اهمیت بدیم. حالا من یه استقبال و بدرقه رو گفتم، خیلی رفتارهای تو خونه هست که به کلیشه ثابت رو پیشنهاد نم یا تایید کنید یا رد کنید. یه کلیشه هست توی زندگی تمام زوجهایی که ازدواج کردن، تقریبا حالا به استثنایی شاید نبوده باشه اما برای همه واقع شده، و اون هم دوران نامزدی و عقده. دورانی که خلاصه به قول گفته شما وقتی ماشین میره تا آخرین لحظه‌ای که میپیچه و میشه دیدش وای میستن، تایم هایی که همدیگر رو منتظر میمونن حتی اگه دیر بیاد استقبال میکنن، و توی بدرقه ها و همه رفتارهای اینچنینی در زمان گذاشتن ها در ادبیات. یک کلیشه رو در نظر بگیریم، آقا این تایم نامزدی و عقد رو تا آخر ادامه بدم. پیشم لاولای صحبت ها گفتم، عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که محبت رو گفتم از سفارش که به بچه ها قبل خواستگاری قبل ازدواج میگم، اینه محبت رو تو طول زندگیتون تقسیم بکنی، نه اینه که اول شیش موتوره بریم بعد تو این ورخیامون را بریم و اون ورخیامون را بره. باید با همدیگه باشین، یعنی اینهاست که باعث اون صمیمیت بیشتر میشه. انشاءالله که سر سفره اهل بیت بتونیم شیوه بهزیستن رو بیاموزیم و به دیگران هم آموزش بدیم. سپاسگزارم، خیلی زود فرصتمون تموم شد. یا علی مدد، خدا نگهدار. آقا
سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم امشب، خیلی سریع هستن. عشق فاطمه مرتضا علی باهر الادا والی الملی عشق فاطمه مرتضا علی اسد الله ولی الله علی ابن ابی طالب مولا شهنشاه اذن الله علی ابن ابی طالب مولا نجف پر زده به حرم سر زده این دل تسته به ذریح شما رشته زلف من از ازم بست ماهرم.